درود مجدد به همدان عزیزم. قسمت بخش دوم پاسخ و سوالات هستیم با دکتر خاوری و امیدوارم که خوب گوش بکنید و اگر هر نوع سوالی دوباره در ذهنتون پیش اومد حتما من سوالای شما رو منتقل میکنم به دکتر خاوری و جوابش رو برای شما میگیرم. دکتر خاوری سپاسگزارم، دوباره در بخش دوم سوالا هستیم. خواهش میکنم دکتر جان، یک خیلی از دوستان از تمام نقاط ایران با من تماس گرفتن، کشاورزم بودن، یعنی میکارن و حالا چه زمین های کوچیک دارن چه زمین های بزرگ، ولی خیلی سوال کردن که من همه سوالاشون رو توی یکی کردم چون بیسیک مسئله داشتن. کشاورزه الان تو این رژیم خیلی زیر فشار هستن، خیلی زیر فشارن، چی موقع کاشتنشون چی میخوان بفروشن، چون تمام بهره و سودشون و اینا دلالا دارن میبرن و وحشتناک سوداشون اونا دارن میبرن، برام نوشتن و گفتن و اینجا کشاورز واقعا توی تنگ دست قرار گرفته، تنگا قرار گرفته و هیچ به قول معروف مثل قشرهای دیگه زندگی روش سنگینه. اگر شما سوال کردن در وضعیت آینده کشاورزا چطور میشه، چه برنامه‌ای میگیرن؟ ما هر استعدادی که در ایران وجود داره ما بسی ازش حمایت بکنیم، کمک کنیم. پول اکسیژن یک اقتصاده، بهشون برنامه صحیح داشته باشن، امکاناتش رو داشته باشن، همه وسایل بهشون در اختیارشون باشی بگذاریم که بهره بری از اون زمین، از اون محیط بیشتر بشه، به راه درست هم پخش بشه و ما نظارت باشی بکنیم که ببینیم که به هیچ کس اجعاف نشه، همه سهم صحیح خودشون رو ببرن. دولت کارش باشی همین باشه که مواظبت باشه که یک نفر که قدرتش بیشتره از لازم مالی، پولی، مقامی نتونه اون بدبختی که زحمت کش استعداد داره پولاشو بچاپه که بعداً فقیر و بدبخت بشه یا علاقه نداشته باشه کاری بکنه. ما بایستی استعدادها رو پرورش بدیم، ما بایستی به استعدادها کمک کنیم، به زحمت کشا کمک کنیم بتونیم اون مملکت رو بالا ببریم. با چاپیدن به هیچ جا نمیرسیم. خب یعنی شما، من کشاورزم، آره، مثلا من یک زمین خیلی بزرگی دارم، مشکلاتم درجه اول آبه که آب نمیرسه، چون خیلی کشاورزه برای من نوشتن ما آبو باید بخریم ساعتی. یک سری مشکلات هم مثلا تراکتور وسیله سنگین که بتونه سرعتش رو بیشتر بکنه و مواد شیمیایی میخوام، سم میخوام، اینو میخوام و وضعم هم خرابه. کمک بسی که خب من شما به من مثلا یه مقدار پول به من میدید که من این کارو بکنم، درست؟ درست. من باید بهره به شما بدم؟ نه، بهره به شما بهره نمیدم. اصلا بهره باسی از بین بره، بهره پولی نیست. شما به من مثلا به من فرض کنین حالا مثلا 1 میلیون تومان میدین که تمام کارامو برم تراکتور بخرم، برم آب بخرم، برم آب بکشم، همه این کارا رو که مشکلات دارم انجام بدم. 1 میلیون رو فقط به شما باید پس بدم، نه 1 دلار بیشتر، درسته. نه 1 دلار پایین. درست. تمام. این چیزها یه قسمت رو باسی از بانک خصوصی با بانک دولتی که مال مردمیه باسی تفخیخ داد. مثلا شما میخواید برید یک لامبورگینی بخرید، دولت بهتون پول نمیده، اون بانک مردمی بهتون نمیده، میرید از بانک معمولی که میخواد منفعت ببرن میرید اونجا چیز میکنه. این چیز شما لامبورگینی یا نمیدونم فراری سوار نشید دنیا زیر رو نمیشه، ولی کشاورزی باسی خوراک و خوراک مردم رو به وجود بیارن خیلی مهمه. یک کسی که میره زراعت میکنه کار سختی را میکنه، بسی همه جور کمک کرد، هنوز نبسی تو سرش زد که چون میره کار میکنه خوراک واسه تولید میکنه که شما بخوریدش. دقیقا کار دولت اینه. واقعا سال بعدی دکتر جان پرسیدن اقتصاد بدون هزینه برای بهداشت، درمان و بیمارستان چطور میتونه سودش به بیمار میرسه به قول معروف. این سودش رو مثلا اگه کسی که مریضه چه سیستمی که شما درست میکنید که من که بیمار هستم به نفع من بشه؟ ببینید سه تا چیز بسی از مخصوصا بهره و خرجای مثلا مثل
بهداشت و بهره بسته از بین بره. چرا؟ چون اگر این در محصولی وارد بشه یک دلار باشه که در پنج تا این محصول بسته چهار طبقه پنج طبقه رد بشه و هر طبقهش اون یک دلار اولی میشه 10% بهش اضافه کنن که چون باشه سود ببرن، میشه یک دلار و ده سنت و بعدا میشه یک دلار و نمیدونم چند. همینطور اونجا که میرسه طبق مرحله پنجم میشه یک دلار و شصت چی هست حسابش نکردم. وقتی که این بشه این خرج رو زیاد میکنه. من اقتصاد بدون هزینه کارش اینه که خرج رو از بین ببره. ما باید کلینیک سوپر کلینیک های درست کنیم که بدون هزینه باشه، یعنی برای مردم که میان اونجا چیز میکنن بتونیم سرویس های زیاد بهشون بدیم با خرج خیلی کم، که اونم اگر برای اونایی که بی بضاعت هستن، اونایی که چیز هستن، به نفع دولت هست که بتونه خرجه اون کلینیکا رو بده که بهداشت عمومی برای همه وجود داشته باشن که فکرشون راحت باشه. یعنی با یه کلمه دکتر، بهداشت برای تمام قشر، چه پولدار چه فقیر، چه با کار چه بیکار، مجانی باشه باشه هست. آره، حالا شما مثلا میلیونر هستید میخواید که یک جای در وسط دریا یک تو هیلتون هتل، اونجا مثل هیلتون هتل از شما پذیرایی بشه، بهداشت بشه، خیلی خوب، برید بیمه خصوصی بگیرید، برید در فضا بیمارستان بسازید، برید اونجا. اون یک چیز دیگره، ولی برای عموم مردم، قشر مردم، هر کس که بخواد چه پولدار چه فقیر باشی یک نواخ باشه. چون ایرانی پولدار رو تفریق نمیگذاریم، فرق نمیباشی گذاشته بشه بین ایرانی پولدار و ایرانی فقیر. دقیقا. ایرانی ایرانیه، هر کس که تابع و مملکت هست اون ایرانی است. دکتر حالا سوال، این سوال از طرف من الان برام اینجوریه، اگر یه خارجی بیاد، مثلا من خودم میرم کشورهای دیگه، اروپا میرم، آلمان میرم، نروژ میرم، یا دانمارک میرم، یا سوئیس و فرانسه میرم، و مریض بشم، قشنگ بام حساب میکنن و چون سیتیزن اونجا نیستم، اونجا زندگی نمیکنم. حالا برای کشور دولت آینده، برای کشور جدیدی که مردم میخوان دارن درست میکنن، یه خارجی بیاد چی؟ اونم ببینید، این دیگه یک بستگی داره که ما در تا چه اندازه میخوایم انسان باشیم. وظیفه نداریم، ولی یک کسی که خارجی اومد، یک نفر هلندی اومد یا نروژی اومد مریض شد، که نمیگذاریم که بمیره. حالا یا بسی معاینش کنیم، این دیگه سیاستی هست که ما خودمون بسی تصمیم بگیریم میخوایم مجانی بکنیم. وظیفه نداریم، ولی نسبت به مردم خودمون وظیفه داریم. اوکی. وظیفته. ولی اگر مثلا یکی هلندی اومد منزلت، میخوای چلو کباب بهش بدی یا ساندویچ بدی، بستگی به خودته. یا اصلا یکی چایی هم بیشتر بهش ندید. بس این هزینه رو دولت نمیاد برای ملت، بذار رو دستشون. نه. بیاد خارجی هم خوب نمیخوام کاری بکنم، همه بلند شن. آره، همه میان اونجا بچه میزان، نمیدونم. آره. نمیشه مجانی بچهشون. آره. بگیرن اونا نیست، برای خارجی ها نه. خیلی خوب دکتر، سوال بعدی اینه که بعد از آزادی کشور، این پرداخت وامای سنگینی که ما گرفتیم، ولی الان واقعا ملت دارن کمرشون میشکنه بر زیر این واما و جریمه ها، چه اتفاقی میفته؟ این واما باید همه بخشیده بشه و باید به مردم استعداداشون ازش استفاده بشه. مردم رو باید فکرشون رو راحت بکنیم، چون سیاست پولی مدبرانه میشه این کارا را کرد. به کسی مجانی کسی چیزی نمیده، ولی باید راه انداخت. ما خودمون که اونجا فرض کنید شما نه. خب دکتر، الان درباره وامه، خیلی ها رفتن 30 میلیون گرفتن، 100 میلیون گرفتن، به خاطر این وام هم رفتن به قول معروف کورساین گرفتن، ضمانت نامه از این گرفتن، بعدن نمیتونن بکنن چون فامیلش رفته امضا کرده، خونهشو گذاشته گرو، بعد حالا 40 میلیون 50 میلیون 10 میلیون 100 میلیون، من نمیدونم چقدر هر کدومتون گرفتید. فرض کنید هر چی که توی برای خونه گرفتید، برای نمیدونم ساختمون گرفتید، رفتین ماشین خریدین میخواین کار بکنین، و رفتین مثلا یک با این پولش میخواستین یه کار بکنین، آقا نه، در اون درآمدی که الان داره نمیتونه چیزش بکنه، نمیتونه پولشو پس بدید،
پس شما الان زیر فشار هستید، درست؟ همتون هستید زیر فشار تمام وامایی هستید که هستید. حالا اگر دولت جدید بیاد که دکتر تمام صحبتاش میگه آقا باید مردم فکرشون آزاد باشند، آزاد و استعدادشون یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مردم تمام، اگر قرار بیاد همون فردا یه نامه بیاد آقای ما دولت جدید هستیم، خواهش می‌کنم بیان پولتون رو دوباره شروع کنیم پرداخت داختن، خب همون آش و همون کاسته از فشار و بکار و بدو و اینا، بس تمام خرجای شما، تمام وامای شما که به هر عنوانی که گرفتید، به هر عنوانی که گرفتید، نه اون دزدها، یعنی دزدها رو ولش کنید، خود مردم، مردمی که رفتن برای بدبختی پول گرفتن و اینا، تمام میشه صفر. بخشیده میشه. تمام بخشیده میشه. حالا یک چیز حتی آدمایی هم که خیلی ها چک بد دادن دکتر. آره. یعنی چک دادن نتونستن پولشو بدن به موقع، طرف رفته شکایت کرده و انداختتش تو زندان. میدونی چند هزار نفر تو زندانن؟ میدونین چند هزار نفر خودونه و ما بعدا اینا رو مثلا دولت آینده میخواد همین تو زندان نگهش داره که چی بشه، تمام اینا رو باید بخشیده بشه و پول طرف هم که بعد شکایت کرده داده بشه، که چون شکایت کرده و پول طرف رو داده بشه و اون شخصی که تو زندانه بیاد بیرون. آره. ولی دیگه اینجا همینطور درسته، اون چیزی که مثلا فرض کن من اومدم از شما پول قرض کردم که برم این خونه رو بخرم، بگو 100 میلیون تومان گرفتم، اگر بانک هست و چیزی که بخشیده میشه و حساب صاف میشه، اگر از خودت گرفتم بس به شما این پول بدم یک جوری کنار بیان که به صدمه نخوره، چون اینم درست نیست، اونم بستگی داره که چجوری بوده، اینا بسی پیدا کنیم. یک کسی بوده که کلا برداری کرده و پولای دزدی بوده و نمیدونم فلان بوده، آخونده بودن که بره. چیز کردن اینا بره. اون دیگه بله کیس با کیس فرق آره. هر کدوم اینا برای اونایی که واقعا گرفتن مثلا یه کمپانی بزنه، یه مثلا رفته یکیشون، یکی از دوستان همین سوال کرد، رفته بود مقداری باز کنه و انقدر بدبخ شده دونه پیدا نکرد و اینا، دیگه به خاطرش رفته زندان. آره. و نمیشن اونا کیس ها خیلی فرق. دکتر جان سوال بعدی، این همه پول اختلاس همیشه کردن. همیشه بایستی در نظر داشت ما بایستی استعدادا رو آزاد کنیم، مردم رو آزاد کنیم، مردم از قید اقتصادی، از زندان بودن در اقتصاد بسی آزادشون کنیم، از استعدادهاشون استفاده کنیم، حتی یکی عمله که اونجا هست احتیاج داریم در اقتصاد بدون هزینه که شروع به کار کنه، ما میتونیم همه چین رو استخدام کنیم با مردم هندوستان، اصلا اینطور چلون رشد میکنه که آدم کار... دیوونه میشه. دکتر یه سوال دیگه از من کرده بودن که این همه پول اختلاس کردن و بردن، آیا میتونه در دولت آینده برگرده این پولا؟ من فقط جالبه برای من از این دوستم میپرسم حالا پول رفته رو ولش کن، الان از الان جلوی اینا رو بگیریم که بیشتر نبرن، ولی نگران اون پولاست. یکی از این چیزا براتون بگم، همون قدری که خدافی و صدام حسین تونستن از پولشون استفاده کنن میکنن، اگر شما بدونید، اگر یک کسی اومد به من گفت که 500 میلیارد دلاری که آقای خدافی در بانک‌های خارجی اروپا و امریکا گذاشته کجا رفته، من بهش جایزه میدم. اون پولا خورده شده، انگلیس خوردش، یه قسمتش هم شاید کانادا میخوردش، یه قسمت عمدهش فرانسوی ها میخورن، مالزی ها میخوره و جاهای دیگه، ما همه آمریکا، همه آمریکا میخوره. من اگر امروز اینا این آخونده گورشون رو گم میکردن و حکومت رو میگذاشتن اونجا که بتونیم به مردم چیز کنیم، میگفتم نوش جونتون این پولا رو بردارید گورتون رو گم کنید برید، چون ما میتونیم با اقتصاد بدون هزینه و با سیاست مدبرانه پولی همین چیزها رو دو مرتبه بیشتر از اون کارهای ثروتزا رو به وجود بیاریم که بتونیم این پولا را ثروت های هنگفتی برای همه مردم دوست کنیم. بس نگران پولایی که برده نیستن، چون آره اگر زورمون رسید اون سیاست قسمت سیاسی آینده شما میشه، چه افرادی هستن سر کار که برن دونه دونه با سیاستشون، معامله هاشون
بتونه این پولا رو برگردونه، جزء کار سیاسیشون باشه، جزء کار معاملهشون باشه، که مثلا من میام، مثلا من میخوام کارخونه نمیدونم فندکسازی بخرم از شما، ولی به خاطر اینکه میدونم فلانی 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 چندین میلیون دلار دزدیدن آوردن اینجا و این پولا با خودتون، چون صدها مرتبه گفتیم با تروریسم ما معامله نمی کنیم و این پولا تروریسته، این متعلق به ملت ایران هستن و شما باید برگردونید، نه بالا میگیم نه پایین، که بیام یه فندک سازی یا هواپیما ازتون بخریم، 100 هزار تا هواپیما میخوایم، 10 هزار تا نمیدونم ماشین فلان میخوایم، هلیکوپتر میخوایم، به طرف هم میبینه میارزه که پولا رو یه جوری به عنوان قسط کار کارخونه بردارن و چون احتیاج دارن به کشور ایران، نمیتونن بگن نه ما نمیدیم، ما خوردیم تموم شد، نمیتونن. برای همین آخوندا یه مقدار صفر نشستن، سر این موضوع هم نشستن، ولی کارشون تموم شده. دکتر جان سوال بعدی، نفت خام در دولت آینده چطور فروش میره؟ نفت خام بستگی به عرضه و درخواست خواهد بود، ولی ما میخوایم یک اقتصادی در ایران به وجود بیاریم که بدون اینکه به نفت احتیاج داشته باشیم. آفرین. ما میخوایم انرژیمو کاری بکنیم و این جوانهای آیندهمو، جوانهای با استعداد خودمون رو میخوایم به کار بندازیم که برن تو تکنولوژی و ازشون تشویق بکنیم، حمایت بکنیم که بتونن دستگاههایی بسازن که مثلا به صورت یکی این تلفن کوچیک دستی شما هست که حالا میتونید تلویزیون درش ببینید، اخبار ببینید، با هم صحبت کنید، عکس هم دیگر رو ببینید، چه اخبار بخونید، همه چیزا ما بتونیم یکی قطعی کوچیک به اندازه این تلفن تو خونتون بگذاره، برق همیشه داشته باشه، یا تو ماشینتون باشه همیشه داشته باشه بره. میشه؟ آره میشه. گردن دکتر. آره. الان دارن میگن ما این چیزا رو میخوایم جلو بریم، از همه هم جلو میخوایم بزنه. چون ما بچه با استعداد داریم. خب ما بچه ما نباید برن تاکسی رو بکنن بعد از اینکه دانشگاه. ولی خب این نفتی که در آینده حالا باید بیاد بیرون استخراج بشه و فروش بره. و آیا توی شرکت‌های خصوصی میان کار میکنن یا اینکه میشه مال دولت و این یک مشه که قراردادهای قبلی دارن که ما داریم، بستگی داره چجوری در بیایم. موقعیت سیاسی رو بایستی دید که یک مرتبه نمیتونیم بی گدار به آب بزنیم چیز کنیم، یک جوری بایستی کنار بیایم، اون موقعیت رو بایستی بفهمیم چی هست و اونجا تصمیم بگیریم. ولی من شخصا فکر میکنم بهترین چیزه که ما از نفت کنار بریم، یک مملکتی بسازیم، یعنی چهار رو ببندیم برای اخراج، فقط به اندازه نفت هم ببینید یک بدر... چیز وقتی که خالی کنید زمینش زیرش خله به وجود میاد، مگر اینکه آب دو مرتبه بیاریم توش بکنیم که پر بشه، یا آب دریا، آب نمیدونم تو کجا، این فرو پاشی میشه، زمین فرو پاشی میشه، الان داره در ایران میشه، ترک میخوره، اون خودش خطرناکه، همچون کاری درست نیست. شما بسید محیط زیست رو بفهمید که این کار میشه و الان داره اتفاق میفته. چرا همه جا اینجا زمین ها فروپاشی میکنن؟ به خاطر اینجا خالی میشه. اگر زیرزمین های دیده باشید در ایران، من در یزد تو خونه زندگی کردم، همیشه ریگش میمد پایین، میدیدیم سقف به طرف زمین بالا میره، میباسی پاک کنی، یک وقتی معلومه که میریزه پایین. وقتی که نفت از زمین درآوردید که یک گودال کوچک نیست که. بله الان تازگی عکسش هم پخش شد، فرستادن افرای خیلی یعنی بزرگ. یعنی اینم باید فکرش بکنیم، اینطور نیست که بگیم آقا میخوریم بله. و تموم شد رفت. بله دکتر جان سوال بعدی، اینا فکرایی هست که باید ما خیلی دقیقانه بکنیم، برای صدها سال آره. برنامه ریزی کرد. بله مشکل محیط زیستی و بهداشت و ساختمان‌های فرسوده در دولتی فراوان هست تمام سرتاسر ایران طبق سوال ایران. در آینده این ساختمان‌های فرسوده و دولتی بازم دولت تصمیم گیری هست یا چجوری بازسازی میشه؟ یک قسمتی که ما بایستی به وجود بیاریم خونه هایی که در آینده ساخته میشه و بایستی خونه های قدیمی که دیگه فرسوده شده چیزشون کنیم، از بین ببریم و خونه های جدید بسازیم که با محیط زیست و با بلاهای مجهز باشن، برای بلاها جوی و طبیعی، حالا چه سیل هست، چه زلزله هست، یا طوفان هست، یا تورنیدو هست، یا هر چی که خواهد بود،
ما بسی اینا را شروع کنیم به انجام دادن و این هم خیلی زود میشه این کارا را کرد، چون ما همه چیزش را در ایران داریم و میتونیم این کارا را به وجود بیاریم و این خودش تولید کار میشه و کار ثروتساز، چون این کارا خرج تکراری ما را از بین میبره و باعث هم میشه وقتی که ما بیشتر کارهای ثروتزا رو انجام بدیم، محصولات ثروتزا رو به وجود بیاریم، ارزش پولی ما هم بالا میره. مثلا به جای اینکه الان یک دلار چند میدونم 16,000 تومان هست، یادتونه زمان شاه فقید یک دلار 7 تومان بود، ما میتونیم اینا از بیرون میخریدن 6 دلار 6 تومن و 5000. آره ولی ما میتونیم این کارا بکنیم که یک تومن بشه مثلا 10 دلار بهمون بدن. ما باشه اون طرف رو بریم، ما باشه کارهای ثروت، آره کارهای ثروت ها به وجود بیان، نه چاپ بیدن مردم. من همون اولش گفتم دکتر، زمان 57 مردم فقیر نبودن ولی غنی از نظر شعور سیاسی واقعا نداشتن، به اون صورت که خودشون هم چوبشو خوردن دیگه، متوجه شدن. ولی این نسل جدیدایی که به دنیا اومدن و توی اجتماع اومدن از نظر ثروت فقیرن ولی از نظر سیاست غنی شدن. این خیلی کلیت مهمیه که الان یاد گرفتن باید چیکار کنن. و دکتر سوال بعدی درباره این که خیلی خیلی سوالات در این مورد شبیه همن. یکی میگفت من صنعتگر هستم، یکی میگفت من کارگرم، یکی میگفت من هنرمندم. این سوالای مختلف. برای من که میخوام شروع کنم، من صنعتگرم، من هنرمندم، من نمیدونم، من کشاورز خوبی هستم، من یکیشون نوشته بود من کمد بلدم بسازم، کمدای آشپزخونه. کاش که اینجا میبود الان. آره میگفت میپرسن که من میخوام شروع بکنم، این در دولت آینده برای من چه چیزایی میذاره که من بتونم اون سند خودم و حرفه خودم رو به کارگاه تبدیل کنم و بتونم زندگیمو بشه کنم؟ چه وام بدون بهره و باید طوری کالیبرتش بکنیم، طوری بسنجنیم که بتونه از عده پرداخت اون بر بیاد. ما باید اینو بفهمیم فقط پول یک تکه کاغذ بیش نیست و یک مقدار عدد هم در کامپیوتر بیشتر نیست. اگر ما نتونیم کارهای ثروتزا رو به وجود بیاریم، و اینا کارهای ثروتزاست که به وجود بیاریم که چیز تولید کنیم، اون پول به درد هیچی نمیخوره. بس شما خیلی تازه تشویق میکنید که تمام هنرمندا بیان، تمام صنعتگرا بیان، تمام. اتفاقا یه سوال دیگه هم الان من میس کردم، یه نفر گفت چاپخونه دوست دارم باز کنم، آیا برای من چاپ دولت آینده میتونه چاپ کنه؟ یه سوال دیگه از یه پزشکی، چند تا پزشک برای من نوشته بودن، من پزشکیمو دارم و ولی مطب ندارم. ما خودمون براشون میزنیم، سوپر کلینیک های بدون هزینه میزنیم، باشی بزنیم، چون مردم مریض میشن. ما باید خرج بهداشت رو پایین بیاریم. ما این پدر این دکتر بیامرزه که اینطور چیزی میخواد بره کار بکنه و این کلینیک ها بهشون باستی بدیم بهشون که برن مردم رو سالم کنن، بفرستن بیرون که به استعدادشون برسن، بتونن کار کنن، بتونن مملکت رو آباد کنن. بس از پزشک گرفته تا کشاورز تا صنعتگر تا هر کس که به قول من یه حرفه‌ای داره، حتی موزیسین باشه، آوازخون باشه که بخواد تمام یک جای یک سالون بزنه آواز بخونه، چون مردم بسی برن استراحت هم بکنن یک وقتی. بعد همه رو آره بدونی که بهره بگیرید، چون آدم بسی فکرش بکنه بهره استعماره. شما یک کسی میخواد کار بکنه، تو هم میخوای مملکتو بچرخونی، بخواد بیاد خونه تو تمیز کنه، ازش پول میگیری. بس دکتر، یه آدم زمان 57 میگفتن، این آخوندا که دروغ میگفتن، میگفتن بهره حرام است، ولی وقتی خودشون اومدن شده 45 درصد. برای اونها حرام نیست، برای مردم حرام. ولی شما به یه اسم دیگه ای در این صداش میزنید بهره رو، میگین بهره یک نوع استعمار است. یعنی اگر فردا چه دکتر خاوری باشن چه دکتر خاوری نباشن، مثلا بهره دیدین، بدون اون دولت داره شما رو استعمار میکنه، به این راحتی که داره استعمارتون میکنه به یه شکل دیگه. بهره استعماره. بله. بهداشت، پول بهداشت استعماره.
دکتر جان، سوال بعدی خیلی جالب بود واقعا، از این دوست هر کسی بود فرستاده بود، میگفت من تمام سخنان دکتر خاوری رو گوش کردم و لذت بردم، ولی با این سرعتی که میخواد تو این چندین ساله میخواد مدرن بکنه و کشور رو بسازیم و به پا به پای سوئیس برسیم، آیا شما اشتباه نمی کنید دکتر خاوری که شما میایین تکنولوژی رو میارین و از کارگر کم میشه؟ یک مثالی هم آورده، مثال نوشته بود برام، گفته بود مثلا اگر در مثلا یک نونبایی شما نگاه میکنین 4-5 نفر کار میکنن تا نون بپزن بدن به مشتری، ولی اگر بیایم یه دستگاهی رو بیاریم تو نونبایی که هم خمیر رو درست کنه، خودش پهن کنه، خودش بپزه و خودش هم تحویل بده، فقط با یه نفر یا دو نفر میتونه این شغل رو انجام بده و اون 4-5 نفر بیکار میشه. و دوباره مثال زد مثلا ماشین سازی و و و و و و بیکار، شما کارگرها رو در این بیکار میکنید با این کارتون، چه نقشه ای دارید برای اون بیکارا؟ ببینید، اولا که این آقا داره از لحاظ بیزنس حرف میزنه، از لحاظ اقتصاد حرف نمیزنه. بیزنس درست میگه، ولی اقتصاد که وقتی که میخواید بچرخونید برخلاف بیزنسه. شما بایستی به این شخص برسید، ما بایستی مردم ها رو هر چی میتونیم آزاد بکنیم، از استعدادشون استفاده کنیم. و اگر این نونوا مثلا یکی فقط بلده که تنور را نون بپزه، میتونیم تعلیمش بدیم برای یک کار دیگه، یک استعداد دیگه. و اگر برفرض هم یک عده‌ای همیشه ما خرج اجتماعی تا اندازه خواهیم داشت، اگر یک کسی پیدا بشه که اصلا هیچ کار دیگه نتونه انجام بده، چون میشه مثل آدمای علیل که دست و پا ندارن که نتونه انجام بده، ما باید یک مقداری ازشون چیز کنیم. شما خودتون در خانوادتون فرض کنید یک پدر و مادر که باشه، 5 تا بچه باشه، همشون که 5 تای دکتر و پروفسور اینا که نمیشن، یکیش هم میشه عمله. اونی که دکتر شده نمیاد که تو سر اون عمله رو بزنه، میاد یکی ذره کمکش هم میکنه، میگه داداش هم هست یا خواهر هم هست بهش کمک میکنه فلان. ما اقتصاد رو بسی اونطور بچرخونیم و من اونطوری که میبینم کمبودی کارگر ما خواهیم داشت. بدبختی ما اینه، رشد که کرد زیاد میشه، این رشد اکسپوننشل رشد میکنه که دیگه اصلا نمیشه جلوش رو گرفت. و اون رشدی هم هست که همه وضعشون خوب میشه، یعنی پول، ارزش پول به اون صورت دیگه نیست که شما فکر کنید که، چون جای ارزش پول ها آسایش مردم میگیره، زندگی میگیره، رفاه میگیره، تفریح میگیره و کارهایی که میخوان انجام بدن به یک مرحله بالاتر از اون دردسرای روزمره باشه که بهداشت از کجا بگیریم، نمیدونم چیزه. حالا یک مقدار دیگر هم در مورد بهداشت هست که من فکر میکنم که ذره طولانی میشه که ما از این بهداشتی که الان داریم که حالت چیز کردن، شفا دادن مردم با دوا اینا، این بهداشت دیگه کنه شده. ما باید بهداشت چیز بریم، بهداشتی بریم که مردمی که ناقص هستن، مثلا یکی چشمی ندارن یا یک دست ندارن یا نمیتونن راه برن، اینا رو سالم کنیم که دو مرتبه کار کنن، نه که با پاهای مصنوعی. اینا بهداشت ریجنراتیو مدیسین هست که من فکر میکنم بهترین نامش پرفکتیو مدیسین باشه. ما الان کوراتیو مدیسین داریم که آدم ها شفا میدیم، بعدا پریونتیو مدیسین داریم که آدم مانعی میشیم که مریض بشه. این هر دوتا خرج داره، ولی یکی هم پرفکتیو مدیسین که طبیبا بهش ریجنراتیو مدیسین میگن، این مدیسین باعثی پرورش داده بشه که اگر مثلا فرض کن یک نفر بدون چشم هست، این چشم رو بتونیم حالا به هر وسیله هست براش به وجود بیاریم که بتونه ببینه. با دو تا چشم بهتر میتونه ببینه و اگر استعداد داشته باشه که مثلا استعداد فیزیکی، مهندسی، اقتصادی، هر چی داره، با دو تا چشم میتونه بهتر کنه کار کنه تا با یکی چشم. این بهره وریش بیشتر میشه. ما این کارا رو بسی انجام بدیم. اگه بریم مردم ما بچاپیم بگیم آقا مریض هستی، الان 100,000
دلار به من بدی که من جراحی قلبت کنم نکه میمیری. بله، بخیه صورت یک بچه 5 ساله رو باز کردن به خاطر 100,000 تومن. آره و بیناموس دو اون دکتری که این کارو کرد. سال بعدی دکتر جان، در آینده بازار جهانی هم داریم در این اقتصاد بدون هزینه؟ اول ما بایستی سعی کنیم به مردم خودمون برسیم. هر کالایی که تولید میکنیم اول بسی به مردم خودمون برسه، مخصوصا کالایی که ثروت سازه که بسی به مردم خودمون برسه، بعد از اون میتونیم به بازار جهانی چیز بدیم. ولی نه که ما بشینیم ماشین و اینا چیز کنیم، تکنولوژی ها رو ما بسی اختشافات و اینا رو خودمون بچه های خودمون انجام بدن و ما بسی سرمایه گذاری کنیم در ممالک دیگه و از بازده اونا ما استفاده کنیم که مردم ما فقط برن دنبال طبقات بالای تکاملی تکنولوژی بس علمی. یعنی بس وقتی که سوالشون این بود که سرمایه داری میکنیم تو کشور دیگه، این نیست که برید کارخونه رو بیارید، اینی که برید ما معلومات خودمون میگذاریم و در باشون شریک میشیم، چون ما تکنولوژی را داریم، ما بس این تکنولوژی را به دست بیاریم و چیزهای جدید را کشف کنیم و مملکت خودمون را از اون بهره ببریم که به ما چیز باشه. شما نمیتونید با جنگ روی یک مملکتی تسلط داشته باشید، خراب میکنید. ما بس این درستش کنیم و به دست خودمون باشه. یعنی به صورت ساده جمهوری اسلامی 40 سال تمام بیشتر پولا رو خرج کرد به تروریست هم آماده کرد که مثلا بمب اتم داشته باشه و تکنولوژیشو خرج کرد. دکتر خاوری، اینجوری که شما در این صحبت میکنید، به جای که بریم بمب اتم اینا بریم تکنولوژی های دیگه رو میتونیم بریم به دست بیاریم، بهتر از که بمب اتم نیست، ثروت‌ها که اینجا به نفع مردم بشه، اینجا که نوکر ما باشه، بیاد ما رو دوست داشته باشه. برای همین نمیترسن. همینه دکتر، دنیا میترسه سر این موضوع، خودشون هم میدونن. برای آخونده ها یکم دارن عرر میکنن سر همین موضوع، میگن اگه ما رفتیم آخونده ها نمیتونن با بمب. آخه گردن کلوفتر از من تو همشون هستن دیگه، به جای رسیده هم هستن. نه به جای رسیده که ولی عاقل‌تر از ما زیاد نیستن. اگر ما بتونیم اون به اون عقل نهایی برسیم. دکتر خیلی سوال در این مورد شده بود، در دولت آینده و اقتصاد بدون هزینه، تمام این کارخونه‌هایی که قراره درست بشه آیا به صورت مساوی تمام استان‌ها پخش میشه؟ آیا سرمایه‌ای که به دست میارید آیا به صورت قشنگ مساوی پخش میشه بین تمام استان‌ها و مردم اینا که همه مثلا بهرشو بگیرن، مثلا به استان مثلا سیستان بلوچستان کمتر گیرش بیاد، مثلا آذربایجان خیلی گیرش بیاد؟ آیا شما چجوری این مملکت ما بسی ایران رو به صورت یک فامیل 85 میلیون نفری ببینیم و فرض کن دولت بسی مثل پدر یا مادر هست و بقیه فامیل بچه‌هاش هستن، بسی به صورت عادلانه تقسیم بشه و نسبت به استعداد اون محل و محیط. مثلا اگر یک جای مثل استعدادش برای کارهای رشد کشاورزی هست بله. اونجا مثلا همین آمریکاش مثلا آره. اوهایو کشاورزن آره. مثلا اوکلاهاما و تگزاس گاو پرورش آره. میدن باشی باشی. ولی مثلا تو فلوریدا که ما هستیم پرتغال در دنیا آره. رو پرتغال میده. بارک الله. اینا باسی با استعداد چیز کنیم. ما نمیتونیم مثلا بریم در بلوچستان برنج بکاریم. بله. بس بریم گیلان. بله هر جای شو اینا بر تقسیم میشه به همه کارا. دکتر جان در این مورد از این روز هم هست که من همیشه میگم بس ما حزب متخصص داشته باشیم. خیلی این قسمتش مهمه دکتر. آره. این صحبت شما خیلی مهمه. اگر همتون عزیز خیلی خوب گوش کنین این قسمت تکنیکی بفرمایید دکتر. آره. خیلی ما بس حزب متخصص داشته باشیم در مورد کشاورزی، تکنولوژی، مواد خام، ارتش، اقتصاد، بیزنس، امور اجتماعی اینا،
که متخصصین اونجا باشن، خودشون برنامه بریزن و متخصصین حرف بزنن در اون قسمت. یعنی حزب سیاسی که همه رو دارن به قول معروف منحرف میکنن، حتی شاهزاده صدها مرتبه تو صوتیاشون صحبت کردن تمام اختلافاتون رو بذارید کنار، چپ راست فقط فکر ایران باشین، الان فکر ملت باشین، و گوش هم نمی کنن، گوشینن عرای می کنن که اصلا با بیا و بدیدن. و شما میگین این اشتباس، حزب متخصصین درست بکنید برای کشورتون، درسته؟ درسته. شما فرض کنید یعنی کسی میگه حزب سوسیال دموکراسی، حالا مثلا سوسیال شد و دموکراسی شد مملکت درست میشه، یا اومد سکولار دموکراسی، اگه لامصب شدن و دموکراسی شدن چیز میشه، حزب توده میاد چیز میشه، جبهه ملی میرن همه تفنگ میگیرن و از دشمن دفاع میکنن، تمام بله همه میان مملکت درست میشه، همش هم ضرره برام، همش ضرره. اینا دنبال قدرتن، دنبال مقامن، دنبال پولن، دنبال چاپیدنن، یک نوع دیگه مثل آخوندا میشه. دقیقاً. و یا حزب مجاهدین که میگه ما تروریست رو میکشه تروریست میکشه. ما سازندگی میخوایم. بس شما میگین حزب سیاسیتون رو عوض کنین به حزب متخصصی، و از حزب خودتون افرادایی بدین بیرون که ما میتونیم قادرین برای این قسمت اقتصاد تو اونا بفهمن انجام بدیم. آره. بس اینجوری میتونین حزبتون رو ببرید بالا. مثلا ما میتونیم مثلا کشاورزیتون رو متخصص داریم، بهترین مثلا محصولات رو بدیم بیرون، این حزب ما. وقتی که همه کشاورزا و مهندسای کشاورزی و دکترای کشاورزی میشینن با منی که من اقتصاد میدونم چیکار میتونم باشون بکنم؟ حالا اینکه زده از کشاورزی میفهمم، ولی نه اون اندازه که بتونم مثل اونا کار کنم. اینا بسی بشینن بگن آقا در بلوچستان ما بسی این کار کنیم، در نمیدونم آذربایجان این کار کنیم، اونجا چیز اینا هم این حزب ها در هر استانی هم حزب خودشون دارن، و از و اعضای این حزب اون متخصصینی که خودشون دارن استخدام میکنن، کاندیدایی که به وجود میاد. نمیرم مثلا که ارتشی رو یکی اقتصاددان رو بردارن اونجا بگذارم. من اقتصاددان میگم که میدونم به کار کشاورزی نمیدونم، مگر اینکه اقتصاد کشاورزی خونده باشه، متخصصین باشه در کار باشه. دکتر جان یه سوالی از من کردن، البته یه سوال خیلی شبیه همینه، ولی سوالی که کرده بودن از من اینه که اگر که کشورهای خارجی میخوان سرمایه گذاری کنن در آینده ایران، آیا ما آزاد هستیم که باشون رابطه داشته باشیم؟ بستگی داره. اگه میخوان بیان ما رو برده خودشون بکنن، کنترل کنن، از ما بچاپن، نه. اگر میان سرمایه گذاری میکنن که بتونن اون چیزایی که ما نداریم نمیتونیم داشته باشیم بیان به تکامل کنن، به صنعت ما، به اقتصاد ما، آره. و اونم باید همیشه شریک ایرانی داشته باشن که اکثریتش دسته خود ایرانی ها باشه. دکتر جان یه سوال آخر در این قسمت بخش دوم صحبت کردن، برای دولت آینده آیا احتیاج هست باید کارت سربازی رو داشته باشم که بتونم کار بکنم، زندگی کنم، ازدواج بکنم، یا اینکه بدون کارت؟ من جواب این آقا رو دوست دارم بدم، حالا شما من خود شخصا موقعی که رفتم سربازی، زمان جنگم نبود، و به خاطر اینکه بتونم از کشور خارج بشم بیام آمریکا، چون نمیتونستم جمهوری اسلامی رو اصلا قبول کنم، با وجود که مثلا 2-3-4 ماه هم بیشتر نگذشته بود ازش، رفتم سربازی و 3 ماه آموزش دیدم و 1 ماه هم سربازیمو شروع کردم در پادگان که جنگ شروع شد. ولی موقعی که جنگ شد، دکتر، همیشه چون توی تاریخ من درس میخوندم اینا زمانی که محصل بودم، میگفتم واو چقدر کشور بزرگی داشتیم، چقدر تا کجا بودیم، از این تا هندوستان، از اون طرف تا مصر، چقدر بزرگ بودیم، چرا اینجوری شدیم؟ همیشه ناراحت بودم چرا اینقدر کوچولو شدیم، رو چه حسابی؟ همش میگفتم سربازا خوب نجنگیدن، اون موقع با شمشیر حسابی نجنگیدن، نمیدونم یه جوری شد که شکست خوردیم دیگه.
و خیلی ناراحت بودم. موقعی که من جنگ بودم، توی جبهه جنگ بودم و شروع شد جنگ، یک آن به حرفای خودم فقط یادم اومد، یک آن که گفتم واو، حالا اینجاست که تو باید خودتو نشون بدی، چقدر ایراد گرفتی از سربازان اون زمان و الان، و خوبم جنگیدم، پروندنش هم هست. من به نظر من این تصمیم من نیست، در دولت آینده است، باید تمام دوستان سربازی برن و مثل قبلا اگر میخوای بری دانشگاه برو درستتو بخون، برو دانشگاه تو برو دو پزشک بشو، ولی برای ملت باید خدمت بکنی، حالا دو سال یه سال، حالا به اندازه سربازی. اینا سرباز رفتن خیلی عوض میشی، از یک محیط خانوادگی میای بیرون، روی پای خودت نیستی، فکرت عوض میشه و برای کشورت هم داری خدمت میکنی. حالا به جای اینکه سرباز بشه بری شلاق بزنی، سرباز بشی بری نمیدونم چماق بگیری بزنی، نه، تازه برعکس، خودکار و مداد باید دست مردم بدی، مثل زمان شاد، آموزش سپاه بهداشت، سپاه نمیدونم دانش، سپاه انواع مختلف سپاه رو درست کرده بودن و سرباز ها میرفتن و به ملت تعلیم میدادن و سود، بازم این سود رو ملت میبرن و شما هم از با این 40 ساله که کشور رو نابود کردن به صورت سربازی میتونید خدمت بکنید و یه گوشه بخش کار رو دست بگیرید و حتی دیگه در زمان آینده نمیگم من دارم، این پیشنهاد منه، این پیشنهاد منه که سربازا حقوق بگیرن که دارن سربازی میکنن و بتونن خدمت کنن به کشاورزا، به دانش و به زندگیشون. این پیشنهاد منه. حالا حالا من خودم دوره اول سپاه دانش بودم در زمان شاه فقید و اگر کسی از من بپرسه بهترین دوران زندگی کی بوده و بزرگترین افتخاری که در زندگی داری کدوم بوده، من اون دوره که در سپاه دانش بودم چیز میکنم، بهترین دورتون بوده، بزرگترین چیزی که باور کنید دوره بهترین دوره من سربازی بود، چون با دوستان دیگه آشنا شدم، با هموطنان عزیزم مثل خیلی از کردستان اومده بودن، خیلی از آذربایجان اومده بودن، نزدیک به نزدیک کار میکردیم. حالا از اون بگذاریم، اون بگذاریم، ولی من چیزی که برام خیلی مهم بود این بود که اولا رفتم یک چیزهایی یاد گرفتم و سنم 18 سالم بود، رفتم مدرسه 4 اتاقه ساختم، حموم ساختم در رودبار رشت، در یکی از قصابات دو تا بود، یکی رحمت آباد بود، یکی امرلو. رفتم در امرلو که تقریبا 8-12 ساعت خاطر میبایستی از سفیدرود رد بشیم بریم اون بالا، جاده ماشین هیچی نبود، رفتم اونجا و مدرسه با کمک مردم ساختم بدون اینکه پول از کسی بگیرم. بهشون گفتم آقا سنگ بیارید، 100 تا سنگ از کو بیارید، 5-6 روز بیاد کار کنید، دوتا درختم ببرید. اون موقع من از محیط زیست هیچ اطلاعی نداشتم و بعدا در و پنجره و تخت سیاه مونده بودیم اونجا، نه نجار بود نه هیچی. از بچه گفتم آقا کی برای آقا مدیر روزی دوتا تخم مرغ میاره؟ من 60 دانشجو داشتم، روزی 120 تخم مرغ میاردن، 300-400-500 تا تخم مرغ جمع میکردن میفرستادن به رستم آباد که در جاده نزدیک قبل از اینکه به رودوار برسیم، میبردن میفروختیمش، باز در و پنجره اندازش گرفته بودم، تخت سیاه اینا رو خریدیم با پول تخم مرغ، با تخم مرغ در پنجره بعد سر رو درست همه رو درست کردیم. همینطور با چیز والیبال، تور والیبال با تخم مرغ درست کردم، نمیدونم با پولش. و اولین کاری هم که کردم، حقوقی، اولین حقوقی که گرفتم هالتر و دمبل خریدم که برم قهرمان وزن برداری را در رودبار رشت در امارلو به وجود بیارم که با المپیک بجنگی. و اون در زمان تو فکرم بود، ولی چیز بود، ولی مردم باسی سربازی باسی با کار مربوط نباشه، نباسی رفته باشن سربازی، این ضعف اون دولت رو میرسونه، ولی خود مردم بچه ها جوان باسی بخوان برن این آمارا یاد بگیرن که اگر روزی حمله کردن به ما، ما بتونیم دفاع بکنیم. دکتر سوال آخری که
الان اقتصاد وضعیت اقتصاد ایران خرابه. آیا در این شرایط اقتصاد خراب سرمایه گذاری کنیم، کار بکنیم، چی کار بکنیم؟ الان چی کار کنیم؟ الان هیچ کار. مثل یه مثال ساده بسازم. این پولتون شما میخواید نریزید. بله، یه سوال به دلار تبدیل کنید یا یورو تبدیل کنید، نگرش دارید تا حکومت عوض بشه و این هر چی میتونید این تومانه را یک جوری رد کنید که به درد نمیخوره. به درد نمیخوره، ولی بدبختی اینه که یک کسی که دلار فروخت اون بدبخت میشه. خلاصه یک جای چیزه. باید درستش کنم. دکتر مثل اینه که میونه میگه من الان توی اقتصاد خراب من چه کار کنم توی اقتصاد و رژیم حکومت جوری... عوض کنید. حکومت نه الان قسمت اقتصادش میخوان. شما نمیتونید یه خونه رو بسازین وقتی که روی زمین مرداب باشه. خراب میشه. خیلی راحت بگم شما نمیتونید با یک دولتی که دزد و حقوق باز و هزار تا رشوه بدین میخوان یه اقتصادی برای خودتون درست بکنه. هر کسی که تو این کار رفته بود قبلا رفته الان بدبخت شده. شما میخواین تازه تا شروع اولش باشید و صبر کنید تا زمان بعد. آقا مثل این میمونه که بری یک خونه برای کسی که تو بیمارستان افتاده داره میمیره بری براش خونه بسازی، میدونی که این پول بد نمیده دیگه، طوریش میمونه. بله، برای جمهوری اسلامی داره میفته، تموم شده. سپاسگزارم دکتر. میریم صوتی بعدی، سوالای بعدی رو انجام